1400 صفر برابرش با 1400 فاکتوریه. من نمیدونم یه بچه 18 ساله 17 ساله اینه چه جو بهش شما یاد میدید که از این فرمول استفاده کنید. این واقعا ظلمه. ظلم که نه، این واقعا تهدیده، در واقع اقدام علیه امنیت ملی کشور. وقتی بدون فهم چیزی رو به افراد یاد میدید، نادانسته در واقع افراد مطلب میخوان بگیرن و اینجوری بار میان. اینجا بحث ما تموم میشه. سری های توانی یک نقش بسیار بسیار اساسی توی این قسمت بازی میکنن. خیلی از توابعی در ریاضیات خیلی ارزشمند هستن و خیلی مورد استفاده قرار میگیرن، در واقع به کمک سری های توانی اصلا مطرح شده. اصلا بعضی از توابع نمایش غیر سری توانی ندارن. مثل چی؟ مثل توابع بسه، توابع لاپلانس. اینا توابعی هستن که در معادله دیفرانسیل به دست میان. توابع بسیار قدرتمندی هستن، خیلی استفاده میشه در دنیای فیزیک. خب ما در معادله دیفرانسیل مثلا با تابع بسه آشنا میشیم. یکی از لبه فصلهای در واقع مادی فرانسی، حل مادی فرانسی به کمک سری‌های توانیه که الان خیلیشو مطرح کردم. تابع بسل یا بسل فانکشن توسط آقای بسل که یکی از ستاره شناسای فرانسوی است که تو 1748 فکر کنم تا 1748 تا 18 فکر کنم نمیدونم چند 1784 تا 1846 زندگی میکرده. آقای بسل ستاره شناس هست، وقتی معادلات کپلر رو داره حل میکنه برای حرکت سیاره ای، خب به یه توابعی میرسه که به توابع بسل بهشون در واقع میگن جی صفر ایکس مساوی با سیگمای منفی یک به توان ایکس به توان دو ان بخش بر دو به توان دو ان ان فاکتوریال به توان در واقع این برخورد میکنه این از صفر تا بی میگن تابع بسل. شما میتونید مشتق این تابع رو حساب کنید، شای همگرایش رو حساب کنید. این دیگه تابع اصلا تابع بسلشون معرفی میشه کلا و نقش اساسی در واقع ارتعاش تب وقتی در نظر میگیر پوسته تبلو شکل ارتعاش رو به کمک این مدل سازی میکنن. توزیع دما در اون یه سطح دوست دایره ای رو به این پایین اصلا مدل میکنن و اصلا در واقع تابع نمایش غیر توابع مقدماتی هم نداره. سری های توانی یکی ارزشمندترین در واقع قسمت های ریاضیات ابزاری است که به کمک اون توابع و مدل های ریاضی رو به خودشی میدیم، ماشین ها میدیم. اساسا به این شکل وقتی شما میفهمید تابعی در یک نقطه تحلیلیه چیکار میکنید؟ سیگمای آی ایکس منها ایکس اف به توان این رو بس میدید، به ماشین میده آقای جون این تا شو بره من هر چقدر تقریب دوست داشتی این از صفر تا یه اینی رو جدا میکنی آ این ایکس من ایکس صفر به توان این ما بقیش هم چون همگراست در اون شای همگره که داری بحث میکنی ما بقیش هم مطمئنی که به سمت چی؟ صفر منید اپسیلون کوچیک‌تر میشه. این میاد اینو چیکار به تقریب بزنه به این میگن چی؟ چند جمله های تیلور. اگر صفر باشه میشه مکلورن. این چند جمله ها که در ماشین ها نمایندی افه از توابع خیلی خوبی که سری تلوش رو برندی میبین توان ایکس سیگمای مشتق انوم در نقطه صفر بخش بر ان فاکتوریال ایکس به توان ان بست مکلورن اکسپوننش و چون مشتق این توان ایکس چنده؟ افه ایکس اینه دیگه یک، پس میشه سیگمای ایکس ان بر ان فاکتوریال ان از صفر تا مینای. برای سینوس کوشینوس میخوای حساب کنید سینوس x خودتون حساب کنید میشه سیگمای منفی یک به توان x به توان 2n به علاوه 1 بر 2n به اضافه 1 فاکتوریال n از 0 تا به نهایت. شای همگرایش هم خودتون حساب کنید. کوسینوس x میشه زوج این سیگمای منفی 1 به توان n x به توان 2n بخش بر 2n فاکتوریال n از 0 تا به نهایت. بس سری توانی خیلی توابعی میشه اینجوری حساب کرد. سینوس کوسینوس اکسپوننشیال یکی به اضافه x و توابع دیگه که میشه باشون کار کرد. امیدوارم که بهره کافی رو از این جلسه برده باشید. سری های توانی و سری ها تو این بخش تموم میشه تا ان شاء الله ما بخش بعدی رو شروع کنیم. موفق باشید.